دولت پاکستان با سنگاندازی و کارشکنی های مختلف تلاش می کند در کاهش تعداد زائران اربعین حسینی گام بردارد در همین حال یکی از علمای شیعه پاکستان موضوع زائرین اربعین حسینی و مشکلات آنها را با دولت مطرح کرد تا شاید بتواند در مسیر تسهیل سفر زائران گامی مؤثر برداشته باشد همکار عملیک برای گزارش می دهد حجت الاسلام محمد حسین اکبر رئیس اداره منهاج الحسین علیه السلام در شهر لاهور پاکستان با ارسال نامه ای به اسد امر رئیس انسی او سی به مشکلات ظاهران اربعین حسینی پرداخت وی در این نامه نوشت شکی وجود ندارد که بیماری کرونا همه جهان را تحت تاثیر قرار داده و اقدامات دولت پاکستان برای پیشگیری از این بیماری قابل قدردانی است. حسین اکبر در ادامه با اشاره به شرایط جدید زائران کربلا مخصوصا در ایام اربعین حسینی گفت سیاست جدیدی که برای زائران آزم به کربلا در پیش گرفته شده غیر قابل قبول است زیرا زائران که از این موضوع اطلاعی ندارند پس از دریافت روادید بلیت رفت و برگشت هواپیما حمل و نقل و کارهای هتل وقتی برای سفر به فرودگاه وارد می شوند توسط کارکنان هواپیمایی از شرایط جدید زائران که توسط NCOC تعیین شده آگاه می شوند و به آنها اجازه سوار شدن به هواپیما داده نمی شود. وی در ادامه به کاهش تعداد زائران اشاره کرد و گفت عراق اجازه حضور 5000 زائر را داده اما تعداد زایران آزم شهر مقدس کربلا نیز به 1300 تا 1500 نفر محدود شده که این رفتار دوگانه دولت با تعداد زایران را نشان می دهد. این روحانی شیع افزود هزینه ویزا، بلید و رزرو هتل و غیر قابل استرداد بودن آنها مساوی با ورشکستگی کاروانداران بوده و این بحانه ای برای اختلاف افکنی میان رئیس کاروان و زائران است باید به زائران اجازه داده شود بلافاصله برای اربعین حسینی به شهر مقدس کربلا آزم شوند